چطورین؟ حضرات کوزه دوست داشتید؟ کوزه دوست داشتید؟ آره آهنگ کوز چطور بود؟ این آهنگ کوزت خوب نبود. نوع جنس کوزه رو دوست نداشتید یا به چه دلیل دوست نداشتید خانم محترم؟ گوزاش چه جوری بود؟ یعنی مشکل گوزی داشت، مشکل موزیکی داشت؟ من میخوام ببینم دقیقاً دلیل دوست نداشتنتون چیه. اگر مشکل گوزی داشت که ما الان توی گوزه دو گوزای بهتر، راستش بخوای یه مقداری چیز بود، یه مقداری در واقع این لوبیای که مصرف کردیم مثل لوبیای خودمون نبود، تحریرها یکم ضعیف بود. بهروز جان تحریرها رو توی گوزه دو اگه شما در واقع فکر میکنی که سولفژ بهتر کار کردی، من گوزه دو رو از تلفیقای شما استفاده، من گوزه اسحالی میخواستم. گوزه اسحالی میخواستید. الان گوزه دو رو اگه مشکلی هست بگید ما ادیتش کنیم، چون بالاخره گوزه دو رو ما میتونیم ادیت کنیم. چقدر بی حالم دارم میرم همینجوری واسه خودم. گوز ای گوز امده ای داری؟ به 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 چه شاب پسری، چه گل پسری. آقا دهن منو سرویس کرد اینقدر این پیجای من میره. تکلیف چیه؟ پیجای شما رو داداش یه فکر کنم 6 روز دیگه تیک آبی شما میاد. من صحبت کردم با بچه های بعد حالا 6 روز اینجوری هست دیگه. باشه. آره یه 6 روز دیگه تیکه آبیتون میاد. من صحبت کردم فردا اگه تیکه آبی اومد بدون که از الان من گفتم که من صحبت کردم. دمه شما گرم. مفت قضیه رو ببریم بالاخره. ببریم. من یه نکته توضیح بدم این وسط، اجازه میدید؟ از بفرمایید. شما سلطان توضیح دادن نکاتی، بفرمایید. آقا چرا یه گوه اضافه میخورن تو اینا رو؟ والا گوز باید بدی بهشون. یا میلادم نوشته تیک قرمز میدم. آره والا باید داداش باید تیک قرمز بهت بدیم، تو کارت قرمزه، خطرناک. امروز من دیدم یکی از روزنامه‌های تو ایران، روزنامه معروف ها، جامعه جمع، من شدم خواهی اسم نده، بعد اکانت فیک هم گذاشته. خواهیش اگه میخواهیم گو بخورید باید احتمالاً اون اکانت مال خودشون بوده. آره فکر کنم خوش بوده. بعد اومدن بود چپ میرن راست میرن. آره امین فردین از کسایی که سایت دارن پول گرفته، از کسایی که معروفن تو مجازی پول گرفته، داره سایت ها رو تبلیغ میکنه. آقا شما با من خودت سایت داری، تو رو خدا من بیشتر دهن تو گاییده هم یا ازت تعریف کردم. راست داداش اولا که والا ما داریم تبلیغ تو رو میکنیم، بچه چیز این وسط اشتباه. آفرین. توضیح بده آقا، تو فالوورت بیشتر یا من؟ خود قشنگ توضیح بده. اولا اینکه ما داریم شما رو تبلیغ میکنیم، این یک، این اول مفت قضیه برده نشه این وسط. دو اینکه پول که بخوایم بد بدیم داداش، من با قیافت حال کنم رفیقم دوستم بد برات میزنم، هدیه بد میدم، بازم به کسی ربطی نداره. رد و بدل نشده هیچ وقت. پولی که هیچ وقت مسئله مالی بین ما نیست و نبوده. بعد اصلا من یه سوال دارم.
این آقا اگه بخواد تبلیغ کنه خودش تبلیغ میکنه، چیکار داره؟ پویان تصویرت رفت، یه دقیقه بذار من نت هم بیارم، نت گوشی سب. امین جان اومدیم؟ قطع شد، من نمیدونم چرا تلفن فکرم هستیم ما. پویان زنگ خورد. تو نیستی بابا، ما هستیم. اگه دوست داشتید ما رو فعلا فالو کنید تا پیجمون بیاد. داداش ما هستیم، تو نیستی، رفتی پایین. فردین جان نه واقعا اصلا هیچ داستانی نیست، الکی جواب ندید. همین پسر خوبیه تو کارش، در واقع داره دو سه چهار سالی که حالا من سه سالی که من میشناسمش داره تلاش میکنه. بعد یه آدم باحال میاد بالا، میاد مصاحبه میکنه، میاد در واقع، چون به نظر من آدمیه که باید بهش احترام گذاشت به چند دلیل. یکی اینکه یه آدم مستقل، خودش به تنهایی داره برای خودش توی شرایط سخت که من میدونم داره زندگی میکنه و از طریق در واقع حالا کانال یوتیوبش، جیب کسی نیست که دوست داره آقا تبلیغ میکنه، شما همه کانال یوتیوب همه جای دنیا هست دیگه، از یوتیوب هم داره پول میگیره، یه سری ها ناراضی هن. چی کار دارید بند خدا رو بابا؟ طرف داره از یوتیوب پول میگیره اونم ناراضید. خیلی به قرآن زای است. بعد اینکه خودش داره مستقل کار میکنه، داره در واقع توی شرایطی توی کشور غریب داره کار میکنه، داره زندگیشو میکنه. والا ما داریم، یعنی من خودم به شخصا سعی کردم امینو حمایت کنم، بهش کمک کنم. هیچ چیزی برد تبلیغاتی هم نه برای ما داره نه چیزی. بعد این آدم آدمیه که مثال میگم، این بی بی سی می بی سی ها و اصلا این کانال مونالا رو که ما نه جبهه وجهه سیاسی داریم، نه جبهه سیاسی، نه اصلا من خوشم میاد این داستانا که بخوایم مثلا میگم با این آدما مصاحبه کنیم و شما پشت پرده ما رو در سایتایی که در واقع و یا خبرگزاریایی که هستن نمیبینید. ما خودمون یه خبرگزاری داریم به نام امین بردین، حالا که اینجوری هستن خبرگزاری مختص مسائل حاشیه‌ایه که هیچ سایتی، هیچ سایت خبری بهش نمیپردازه. لایو ما هم شد کلا امین بردین. آره آقا درست گفتم آقا، آدم شما گرم، کاملا درست میگی. من نمیدونم این وسط حالا یه دنبال چی میگردن. داداش تو آدم موفقی هستی، یه سری تو کونشون نمیره، تمام شده را. داستان اینه که من چون از شما یه مدت انتقاد میکردم، حالا باهاتون رفیق شدم، اینم توی کسی نمیره. آقا اصلا اون زمانی هم که شما از من انتقاد میکردی، من تو انتقاداتم یادمه، تو یه جوری میگفتی که آقا ما همشهری هستیم. تو مثلا همون موقع هم یه حس دو طرفه داشتی که مثلا میگفتی آقا اینجوریه، بیا بابا میل من رفتار کن، ولی من هیچ وقت بابا میل تو برخورد نمی کنم. الان هم از آهنگ گوز من خوشت نیاد، من گوز دورم دارم میدم بالا. آقا من دارم میگم الان من خب پویا من مثلا این سبک کار تو رو دوست ندارم. خب باشه، من میگم به تخمم گوش نده. تمام شد رفت. من این وسط نمیدونم یه عده دنبال چی میگردن. اتفاقا خوبه که من در اینه که باش ازتون انتقال این چیز پیچیده یه مثلا. الان شما اینجا رو ببین، من پسته دارم میخوام. بخوا من پسته همی فردیم یه دختر اونجا نشسته، نمیخوای پشت پردش بده بیرون؟ شما چه خبر از خانم سه؟ نه این خانمی که آشنا نیست از دور، موهاش هم کوتاست. بله کچله. بله بله سلام.
حالا یه اسکرین شات بگیر، شاید این هودی هم به دردت خوره. آخه بدبختی نیست، ما میگیم شما گردن نمیگیری، ما میگیم اوکی. ولی من میدونم، من یه روز یه افشاگری خفنی از شما میکنم. نه این خانم ماساژور ماست، هیچ داستان خاصی هم نیست. میدونم به خاطر همین گفت بند خدا این وسیله های ماساژش هم گذاشته داغ بشه با کابلیه میمونه. ببین با سنگ داغ میذاره روی خایه آدم ماساژ میده. خایه بلیه مثلا نیست. بعد این کسایی که پشت آدم در میزنن بکش اینجوری میدی؟ آقا ریل جدید شما چی داری؟ ریل جدید تو دست و بالم بذار ببینم چی دارم. خب اول برسیم سوالای خیلی خوب. داداش من تو زندگیم بچه تکبریم، الان منتظرم یه کیس مناسب بیاد. دیروز نیلی تو لایف میگفت من کار جوشکاری میکنم، بعد اینکه مثلا آدم وصل میکنم، خانم بازیگر وصل میکنم. منظورش اینه که شما خانم بیاری؟ یه همچی توی هم مایه غیر مستقیم رو ما. بعد دیگه منم برای ایشون گفتش که من میلاد کیمرام کراش دارم. اه؟ آره خیلی هم عالی. من نمیشناسم به جون مادرم اینا رو. من گفت تو هم دیگر چیز ما همه هم تشکیباتی ادارش کنم. داداش به قرآن که هر کسی زندگی خودش داره. من اصلا داستانم یه چیز دیگه است واقعا. الان هم دوست دختر دارم، اگه بخوام رونمایی میکنم، نخوام شو اصلا نخوام. اصلا میخوام دلیل نداره آدم دوست دخترش بذاره کف این. نظرتون شما رو آنفالو چی؟ نیلی شما رو آنفالو کرد؟ من ندیدم آنفالو کرده. عکساتون هم پاک کرده به تخمه. واقعا آخه من داداش اونو میوت کردم، اصلا نمیبینمش، یعنی فقط تو فالووینگ هم. اگه آنفالو کرده بگید منم برم آنفالو کنم. اون گوشیم کجاست؟ بیار الان جلو خودم آنفالو کرد. ها؟ الان میشه چک کنی جلو جمع ببینیم. ببینم آخه من واسه من احترام میذارم تا هر زمان یه چیز دو طرف هست احترام. از چه قراره نشونه ما میدی ببینیم آنفالو کرده یا نه با اون گوشی؟ خب بذار من ببینم اصلا کجا هم فرد این خانوم ها کی هم این کی اینو کرده. بذار تو سرچ هم اول نبینید کیو سرچ کردم. اول هم تمه خیلی خیلی داستان میشد. ببین شانس آوردم زرنگی کرده. خب فالوورت مشخصه. خب شما برید تو فالوینگاش شما رو فالو دارم. نه من هم فالو کردم. چیکار کردم؟ عکساتون رو پاک کرده. اه؟ خب من هم الان میگرم عکسامون رو پاک کنیم. پاک نداری که. آخه داداش من برام مهم نیست. من الان واقعا واقعا به قرآن دوست دختر دارم. دوست دخترم هم خیلی دوست دارم. میخوام مستقیما برم تو پروسه ازدواج. اه؟ به خدا. میشه اول اسمش بگی چیه؟ اول اسمشو. اول اسمش هم سه راستش واقعا اسه، ولی اون اسی که شما میگی نیست. او سه یا سه سه یا سه ولش کن. او تلفن سه یا دختر چی؟ از ایران اومدن دیگه. نه همینجا بودم. من دوست دخترم الان میدونی چجوریه. دوست کسی که میاد توی زندگی من بهترین خونه توی جایی که من زندگی میکنم و جدا باید داشته باشه که رو نرم من نره. یک دو یعنی خودم براش میگیرم نه اینکه خودش داشته باشه. بهترین ماشین رو باید داشته باشه که من نبرمش این برام برم. سه یه پاسه یه کشور دیگه هم داشته باشه که وقتی میریم مسافرت که اونم دوباره خودم میگیرم. یه پاس دیگه قصد ازدواج نداری داداش؟ نه جدی میگم
ماهی مثلا 30,000 دلار هم برای مثلا تقریبا 1 میلیارد میشه. ماهی 30,000 دلار هم برای خریدش بهش میدم همینجوری پول تو جیبم. بسیار عالی. خانم بازیگر هستن ایشون؟ من بازیگرها رو نمیشناسم، اگه بازیگرم هست نمیدونم. هنرمنده؟ اونم نمیدونم. من از وجنات این خانم خوشم اومد. پیجش هم بالای 700,000 تا فالوور داره. اونم نمیدونم. پیجش هم ندیدم. من والا به قرآن تا حالا تو اینستا با کسی دوست نشدم همینجا. در بیرون اینست. خب منم تا حالا دوست نشدم. به جون مادرم. دوستی که مثلا الان این دوستی که دوست دخترم هستن و هیچ کس هم راجبش نمیدونه و نخواهدم دونست. فکر نکنم هیچ وقت کسی بدونه. یعنی مجاز... نه اصلا مجازی دوست ندارم. اگرم باشه پیج داشته باشه من یکی از شرطم اینه که پیجشو ببندم. جالب. چی؟ آدم معروفی هست یا نه؟ نمیدونم. من باش رفتم بیرون منو میشناختم، اونو نمیشناختم. اگه معرفم هست من نمیدونم. با هم که نرفتید بیرون که؟ چرا با هم هم رفتیم بیرون. یارو N میلیون فالوور داره. من نمیشناسم. فالووری نمیشناسم. N میلیون فالوور داره گفتم به حال در جریان اینا. شاید چون من یکی از شرطام این بوده که اینستاتو باید ببندی، شاید اصلا بهم نگفته فالوور مالو. حالا امشب چکش میکنم. بس بس ایشالا به حال به پای هم خوشبخت بشید و پیر بشید. من شاید اون نباشه که شما میگید داداش. دختر مردم علیکی زبون گاییده نمیدونم کیو داریم. خب یه چیزی میکنی، یه راهنمایی توی اسم یا فامیل ده یه سندونه داره درسته؟ دقیقاً بین اسم و فامیلی که از اسم و فامیلی سه توی هر اسمی سه سه دندونه هست. بذار ببین پویار مختاری. نه پویار مختاری نیست. مثلا اسم یه هم داره. یس یه هم داره. بذار ببینم چی داره دیگه. اسم فامیل بازی نکن دیگه با من. ول کن راجبه. من دوست ندارم راجبه. هر ازت میکشم بیرون. نه نه من اصلا دوست ندارم راجبه این مسائل دیگه توی فضای مجازی صحبت کنم. فقط میخوای واقعی. نه آخه میدونی داستان چیه داداش؟ من داستان این دوست دختر و زن و اینا یه جوریه که آدم وقتی میاردش تو فضای مجازی یه کمی بد میشه، انرژی های بد میان سمتت، میفهمی؟ بعد اگه ما فهمیدیم مثلا کیه بعد چه مدت افشا شما هر موقع فهمیدی کیه افشا کن، هیچ وقت نخواهی فهمید. یه مدت دست به کار شما. نه نه متوجه نمیشی. شما درست از رگ گردن به ما نزدیکتری ولی ماشاءالله ما میگیم مثلا خیلی دمدمای صبح هم اینا هم خیلی شنیدم جدیدن بیداری. خودم چون چند بار با تو صحبت کردم تو دمدمای صبح بیداری ولی هی لو نمیدادی که مثلا با گوشی داری چیکار می‌کنی. دمدمای صبح رو دوست داری؟ من سحرگارا خیلی دوست دارم. من آها ولی ضعیفه. چی؟ ولی گردنگیرت ضعیفه مثل قبلی. هی من میگفتم گردن بگیر گردن نمی. بفهم رانی آقا. رانی تو نوشه جون. قبلی داداش قبلیه که من بازم نمیدونم کیو داری میگی ولی انشالله که ریحون جا جان ریحون ها اون بنده خدا که گردن ما نبود که بخوام گردنش بگیریم. آقا چرا نگرفتی واقعا گردن؟ آقا بود دیگه، بود دیگه آقا. آنتالیا و گوشت به گوشت دیگه اینا بود. بس رو عوض کن. خب آره من خب دوست بودید دیگه ولی میگفتی اصلا من نمیشناسمش. الانم که دمدمای صبح و اینا رو هم نمیشناسی. دمدمای صبح من شنیدم که یکی از آهنگ هات هم قرار منتشر بشه به اسم سحر، درسته؟ سحر و صبح شبا بیدار تا پنج سحر. آره اون آهنگ من نبود، یکی دیگه بود. پنج صبح بود. پس نداری همچین آهنگی رو؟
چهار صبح ها؟ آهنگیو نه آهنگ گوز دو رو داریم الان فعلا. چی هست؟ اینو یکم توضیح بده ببینیم. من فقط تو آهنگ میگوزم. آهنگ گوز دو رو داریم. گوز یک رو دیشب منتشر کردیم، الان توی تمام سایت های معتبر دنیا، استورای معتبر دنیا هست گوز یک. گوز دو هم امشب میاد یه ساعت دیگه. اگه بچه ها زیر پست آخر کامنت ها رو بکنن 50,000 تا همین الان. خب هر کی الان 60,000 نفر دیگه، هر کی یه دونه کامنت بذاره بابا اینا گشادتر از این حرفان. 100 نفر فقط 1000 نفرشون بیان منو فالو بکنن نمیان که نمیان. الان من رفرش میکنم همینجوری 141,000 تا باقی مونده مال من. چون اکسپت نمیکنه. من پیجو باز کردم الان قبل تو همون لحظه که لایو بودیم من پیج بسته است. میگم میخوای پیج فروشی بزنی هی پیج میری جان خودم. من اگه پیجام برگرده پیج گرون قیمتی میشه. بعد یه عده میام من میگم تو پیج میبری بالا اسکلم دهنم گایده میشه میبرم بالا من بفروشم بزرگترین ویترین برای خودمه. نمیدونم فازی عده چیه ولی الان مثلا دو تا پیج، یه دونه پیج 400 تایی دارم، دو شب میاد ولی فکر کنم دی اکتیو کنم، یه دونه 800 تایی دارم که دی اکتیو کردم. فعلا این کوچولو هم مونده این پیجمون. مزنه چنده؟ قیمت خرید؟ بالا من به خدا اصلا تا حالا تو عمرم به هیچ کی پیج فروختم نمیفروشم چون دهن خودم قایدش کلی پیج تو خریدن هم داره دایرکت ها تو آدم باید بخون. ببین دایرکت های من خیلی خوبه خدایی، ولی ببین تا به محض اینکه گفتم بالا نمیدن 141 شدم 144، 3000 نفر فالو کردم. نه با این استا هنگ میکنه. آقا پسته چی میخوری شما؟ پسته زنجان. ببین من پسته خریدم 200 گرمشو چقدر به نظره؟ 200 گرم یه پسته ایرانه. 200 گرم گفتی رو یاد یه گوشتی افتادم. خب 200 گرم 6 یورو یعنی 180,000 تومان. نه نه پسته کجاست؟ نوشته بویان تو خود شاخه مجازی میدونی؟ اتفاقا دیشب یه نفر گفت شاخه مجازی، گفتم با دوستم تلفنی داشتم صحبت میکردم، یارو اومده بود مثلا گفت تو بهترین شاخه مجازی هست. گفتم الان من نمیدونم تو تخریب کردی یا تعریف کردی. نه خودت تو شاخه مجازی هست. بعد دوستم گفتش که حالا کلمه شاخ مجازی چیز بدی نیست، یعنی طرف شاخ مجازیه، یعنی که خفن مجازیه. میدونی میگن چه داف شاخی دیگه. آره ولی من داداش راستشو بخوای مردم خب بالاخره کارهای فان و اینا رو هم دوست دارن دیگه. من حالا زیادم واقعا کار فان نمی کنم، یعنی روزمرگی هم و هر چیزی که هست با دوستام به هر چی به اشتراک میذارم. و واقعا هم الان مثلا توجه کنی همون 6ix9ine رو پیجشو ببین، یارو مامی کرده خودشو افتاده وسط خیابون دوستاش دارن میزننش. خب این اگه یارو خواننده سطح یک دنیاست این قضیه فان تفریه. آره به نظرم کوله باله. مثلا خارجی ها خیلی حال میکنم چون مثلا من میبینم اکثر آدم مثلا بینی زیر پست ها مثلا همه فحش دادن، بعد خارجی ها اومدن عشق کردن مثلا با قضیه. من الان نمیدونم من خودم رو بگم، من نمیدونم به فاز این آدم برخصم نرخصم میکنم این پول گرفته که افشا کنه که اینا برن بالا بهشون گرمتر. اینجوری نوشتم برای من داشت. آخه مثلا یکی مثل من واقعا دیگه الان بچه یا کول یعنی طرف باید یا مثلا به هیچ تلویزیونی هیچ جای دسترسی نداشته باشه یا کور و کر باشه که مثلا منو نشناسه. یه دنبال چی می‌گردم مثلا می‌خوام ببینم امیر فرید منو افشا کنه که کی منو بشناسه. تو همینو بگو دیگه همینو. بعد رفتن تو روزنامه، اینقدر روزنامه هزینه کردن واجه به من نوشتن. ولش کن مهم نیست معروف‌تر میشه. آخه مفبریه دیگه
می بذار مفت تو برم. آره وقتی مالو ما همه آه نظر داشت مهراد جمع دنیا تو لایوشون دیدم که نمیدونم لایو رو دیدی یا ندیدی توی لایو خونهشون بود پخش میکردن لورکه بود فکر نظر داشت چه افتخاری دنیا خب دوست قدیمی مونه دهنش یه بار سرویس کردی نه من نکردم یک هفته دیگه که واقعا من دخیل نبودم تو این قضیه ولی خب من ناراحت بودم از دستشون تایم یه شیطنتی خودش کرد توی لایو یه پسر اسکول بود هم مفت منو برد هم مفت دنیا رو بعد بگم دنیا خودش متوجه شد بعد ما رو به جون همدیگه انداخت من پسر رو تحویل نمیگرفتم یه دنده داد به دنیا یه دنده هم داد به من بعد پسرم هیچ وقت من معروف بود نجی آدم بامزه بود ما خندیدیم تو روش پرو شد بعد دنیا دوستمون اتفاقا من اومدم استانبول بهش گفتم دعوتشون کردم گفتم بیاید خونه شلوغ بود الان نیومدم مهرادم که آبادانی و خوزستانی و گفتش که از شما باید نیست پول بگیریم اگر آهنگ ترزیم کنیم نسبت به چه موضوعی نرفو دادم؟ گفتم که پول داره بعد 20 برابر ازش پول بگیریم و ازش خوبه درست میگن؟ و واقعا من همیشه 20 برابر میدم واسه کارام جدا؟ به خدا چون برای کارم خیلی ارزش قائلم چه قفلی زده بودم چه قفلی هم بخورد من گفتش که با 20 برابر پول میگیریم میگیری واقعا از برای تنظیمم من کاری که خوب باشه واقعا اگه طرف بگه 1 میلیون من 20 میلیون بهش میدم به جون مادرم مثلا برای لورکه موزیک لورکه الان شاید تنظیم کنندش هم تو لایو باشه چون من زنگ زدم گفتم تو لایو خودش میدونه هیچ کس هم اونو نمیشناسه گفتش که چقدر 5 میلیون من 50 میلیون بهش دادم واقعا به جون مادرم 50 میلیون برای تنظیم البته نرمال داره دیگه برای مثلا یه کار حرفه‌ای ببین رنج تنظیم تو کل دنیا الان تنظیم کننده های خفن دنیا همه سایت دارن توی اینترنت همه قیمت هاشون هست خب بین مثلا 700-500 دلار هست تا 1500-2000 دلار دیگه بگات مثلا 2500 دلار خیلی خفن باشه رو ما میکس و مستر رو همه چی ولی من راستشو بخوای تا 3-4000 دلار هم پول تنظیم دادم واقعا بس خوب داد میگن همه میگن کرونا گرفتی نه اجازه خانم بیر سیگار الان بودی می بیر پکت سیگار برده با دیروز کارم کشید به بیمارستان تمام قفسه سینه کرد بشه چند وقت درد قفسه سینه و تپش قرش حسن بابام دوستان حسن بابا محمودی دوست قدیمی منه اصلا اون زمانی که هیچکی خودش هم میدونه نمیشناخت و اینا خیلی اون زمان 6-7 سال پیش آهنگ یه آهنگ برای من ساخته بود که خیلی هم پسر با استعداد و کار درست عزیزیه نه ولی تنظیم کننده آهنگ لورکی حسن با محمودی عزیز نبود من فقط یه دونه کار باش کار کردم که همون کدوم آهنگ تنظیم کرده برات؟ اسمشون آهنگ رو یادم میخواستم بسازم با تو دیدم نشور نه نرو عرف نه تنظیم کرده چی داداش؟ لورکه رو که تنظیم کرده لورکه رو اسمشو نمیتونم بگم چون یه تنظیم کننده ای که توی ایران چیزه در واقع میشناسنش نه اون دوست داره بگه نه من خودم وقتی پول میدم اسم نمیزنم یعنی میگم پول بیشتری میدم که اسم طرفو نزنم دقیقا از قدیم همین کارو میکرده چون دوست ندارم تیمم و کسی بشناسه موزیکی و اینا همیشه با همه همجوری کار پول خوب میدم اسمشون هم نمیزنم و توی رویالیتی هم بهشون تعلق نمیگیره چون توی اسپاتیفای و اینا وقتی آپلود میکنی رویالیتی رو مثلا میتونی برای تنظیم کننده ها و اینا بزنی تنظیم کننده خارجی اینجوری هم به همون خارجی ها من یه دونه رضایت نامه ازشون میگیرم که کل رویالیتی کار برای من باشه
اینم جالبه دیگه. دیگه داشت زندگی مرفه و پولداریه دیگه. نه همین به قرآن از قدیم همین کارو میکردم. یعنی قدیم پول نداشتم، توی فیسبوک یه کارهایی میکردم، یه قدرتهایی داشتم، از این کارا میکردم واسه بچه‌ها، میگفتم داشت میشه بیشتر کار بکنم واسه مثلا اسمتو نزنم. نه دوستان اون مسعودم نیست، نه من با مسعود کار کینه رو بستم خیلی سال پیش، آهنگ کینه. دیگه هیچ وقت نه با هم حرف زدیم نه کار کردیم. دوست خیلی خوبم مسعود، مونتا راه ارتباطیمون قطع شد دیگه، من پیگیر نشدم اونم پیگیر نشد، ولی باعث افتخاره اون مسعود کرد. پالیس نشونت بدم، موس هم هنگ کرد تو لپتاپ. چرا لپتاپ خراب بشه دیگه آقا؟ همین میدونستی من با اکثر تنظیم کننده و کلیپ سازای خفن ایران کار کردم و میکنم و هیچ کی هم نمیفهمه. خب مثلا با کیا؟ با همه. هیچ به فنا رفت کن لپتاپ. فردا آیفون 12 پرو مکس میاد، میتونی یکی برام آلمان سری میاد تا فروشگاه بخری؟ فردا ساعت من 1:15 ظهر وقت دارم برم بگیرم. تو هم فکرم گرفت سفارش دید فیلم کردی، تو هم گرفتی دیگه؟ نه نه من یه دونه 12 برای تتو آرتیست هم خریدم، گفتم پرو مکسش بیاد بخرم. آره از فردا ساعت 1:15. من یه دو تا میخوام، یکی برای خودم یکی همسر جدید. واو. من به یه شرط برات میگیرم، اون که آدرس همتر رو بدید من خودم مستقیم از آلمان براشون ارسال کنم. دست شما در نکنه، ما صبر میکنیم یه هفته دیگه میگیم. البته باید بری تو سایت اپل، حالا من میرم برات میام کار. من دو سفارش دادم، یعنی از دو چه 10 روز پیش. من میدونی چجوری میگیرم، من بچه‌ای که سفارش میدن یه سری ها میخرن میارن یه مقدار گرونتر میفروشن به من، من میخرم. حالا بگو سفارش از فردا صبح دیگه 9 صبح توزیع میشه دیگه. ببین از فردا دیگه خارمادر استوریا میشه باز کردن آیفون 12. یعنی وایسا نگاه کن از فردا خودم طرف حل بشم بذارم. خب اولیشو خودت رونمایی کنی. بگم ماکسیمم رو رونمایی میکنم. مایم تو لایوم. تو لایوم. ایست لایوی صدا کی بود؟ صدای کارگرم عدالت خانم. عدالت خانم فارسی بلدن؟ فارسی بلد نیست، گفتم سسیز یعنی بی صدا. ولی صدا بود ها؟ ایرانی بود، صدای خانم ایرانی می اومد. نه صدای خانم ایرانیه، پس خارجی که نیست، همسرمون ایرانیه. ولی شبیه سرش مثلا نمیدونم شبیه کی بود، ولی خیلی آشنا بود. تو فیلم ها من صداشو نشنیده بودم زیاد. نه اصلا صدای خودش نیومده داشت، صدای عدالت خانم. عدالت خانم نسلسه نیست. تمام بو کدر. ولی صداشو من تو فیلم ها شنیده بودم. تو فیلم های چی؟ تو فیلم های سینمایی مثلا چند سال پیش. این که شانس تو آبه نمیذاری من چیز بکنم. عشقم تو لایو هم داداش. کدوم عشقت؟ گفتم داداش. ولی صداش آشنا بود، صداش شبیه هم آدمی بود که من پریشب با تلفنی صحبت کردم صداش میومد. داداش ایشون نیست، ایشون این خانومی هم یکی اسم این خانوم آورده میگه حیف ایشون که با تو باشه. خانوم محترم من پویار مختاری اما یه به جون مادرم از دم در خونمون تا هر جای ترکیه بریم همه منو میشناسن، از دولت و مردم و همه لطف دارن به ما، هم ایرانی های عزیز. که مشکل چیه الان؟ هم دوست هم دارن، همه میان با هم حال میکنن، یه پسر جوون عذب خوشتی سوال. یه شوگرددی جوان. آقا نیلی میگه من میخوام بشم خودم، میگه من
داداش نیلی به من ربطی نداره، به جون مادرم هیچ ربطی نداره من. هر کاری که دوست داره میتونه بکنه. آنفالش هم که آره دیگه، اسمی هم از ایشون توی زندگی من نیست و نخواهد. تمام شده. بعد عکس دو نفرتون تکلیفش چی میشه؟ نیکتا خانم تشریف نمیاری عروس جدیدو ببینی؟ آخ خواهرتون و داداشتون هم آنفالو کرده، زنداداشتون هم آنفالو کرده. من راستشو بخوای خانواده ما به ایشون بدی نکردن. حالا این آخه میگفت یه خب چیزی که بود میگفت من یه حرفی شنیدم و اینا، برای همین من که خودم الان دارم میگم داداش، من واقعا الان توی رابطه جدیدم، خیلی هم رابطه همون دوست دارم، کسی هم حق دخالت توی این رابطه من نداره. جلو همه دارم میگم دیگه، ولی هیچ وقت این رابطه پابلیک نمیشه، در خفا و خصوصی میمانه. یارو معروفه تو ایران اگه بخواد پابلیک بشه که دیگه هیچی دیگه. به هر حال آره قیافه شمی آمن هتب جوان شدی. بعد یارو موهات سیاه باشه اینجوری میشه، میگن موهات سیاه. ما تکلیف مثلا کاراشو نمیدونم بیزینس و ایناش چی میشه، اونا رو انجام میده همه رو. چقدر تخمی شده چیز کار داداش، کسی که میاد تو زندگی من کار و زندگیش باید بشه من. خب بعد کارهای سینمایی و حالا مثلا اگه بخواد انجام بده. من که نمیدونم کارش چی بوده و چی هست، ولی کسی که تو زندگی من بیاد کار زندگیش میشه من. هر چقدر درآمد داشته من 100 برابرش رو در اختیارش میذارم با امکانات ویژه تری. خب یه سوال بپرسم، نظرت راجع به تهیه کننده های سینمای ایران چیه؟ تهیه کننده های فیلم سریال اینا. باشه عزیزم فدات شم، هر موقع تشریف آوردی قدم تو چشنیکت خانم. تهیه کننده ها بابا من خود بازیگران رو نمیشستم تهیه کننده کیه برن. تهیه کننده ها که مثلا ارادت دارن نسبت به بازیگران اینا، الان بهترین موقع انتقام گیریه که بریزی رو تهیه کننده ها. انتقام چی داداش؟ کشکه چی، من اصلا از حوزه سینما زر در نمیارم، فقط بازیگر ها شکر. ببین من خودم فیلمم از چند روز دیگه کلیت میخوره به لطف آقای روحانی. کلیتش قرض میده از فیلم هم میخواید با هم بسازید. من فیلم سینمایی خودم به زودی، در واقع اولین فیلم سینمایی خودم به زودی میاد بیرون. میخوام ببینم تو حوزه بازیگری چه گندی میشه. همین الان دوستان برای من پیج فیک این خانوم رو فرستادن که داره لایو رو نگاه میکنه با پیج فیک. آره اس تا من گفتم رفتی اون ور. نه داداش وایس تو اینجا هستیم با هم دیگه داداش. سری رفت گفت داداش سینگات حالا سه دوستان انشالله در روزهای آینده میاد این قضیه بیرون، ما از این تریبون استفاده کنیم. بعد پیج منو فالو بکنید، من کشف میکنم امروز که این آقا چی هست. همین الان تا پویان رفته سریع لایو برید بیرون منو فالو کنید بیاید تو ببینیم بیشیم صد و هزار تا. بله بشم 200,000 تا افشام کیه الان میگه آقا نشدی. نه پست خودم رو 50,000 تا واسه موزیک گفتم. آره 100,000 تا کنید خودم افشام میکنم. خوبه داداش بذار من حداقل ببرم این چیزشو. آقا من چیزشو مفتشو مفتشو بذار من مفتره که بودی تو. آقا من بشم 200,000 تا قول میدم عکسشو پخش کنم. و داداش ببین من چه آدم با معرفتیم، الان من میگم من الان اومدم تو لایف جلو این همه آدم میگم آقا من رفتم تو رابطه، نه اید سمت من بچه مجردی نیستم، من کلا بچه تکپریم داداش. یه نفر بیاد همونو صف میچسبم تا 2-3 سال. معلومه طرفم خیلی آدم خوبیه به دل تا قشنگ به دلم نشسته.
یعنی خدای دمت گرم. من بتونم از اتاق فرمان. آره یه اسم برات توی واتساپ ببین، این اونه یا اون اینه. الان جان من کلا یه آدمی هم، واقعا هر کسی بیاد توی زندگیم اینقدر بهش خوبی میکنم که خود واقعیش رو نشون بده. حالا خود واقعیش میتونه اینقدر خوب باشه که من همیشه خوبیم 100 برابر باشه. خب الان مثلا همین آدمی که توی زندگی چیه؟ الان پیش نه حالا بماند، ولی براش حالا خودتون بعدا سوال میپرسم. خب خدا اینو با آره یا نه؟ خب بگو فرش زیر پا و نمیدن درست. اگه یه زمانی دوست باشه، حالا فیلم بسازه، بودجه بهش میدی فیلم بسازه؟ 100%. بهترین بهترین امکاناتو در اختیارش میذارم. چرا؟ چرا؟ اون فیلم وقتی خفن بشه منم درش سهیمم. خب حتی باید میگم تیتراجش مثلا ولی شرط همینه تیتراج موزیک تیتراجش چیز باشه، آهنگ گوز دو. مجوز نمیگیره تو ایران اون وقت؟ نه فیلمشو میگم همینجا باید درست کنه مثلا. اینجا درست کنیم که به فس ایران میگم. نه همینجا پخش میکنیم، تمام شبکه اینجا هم با من. آقا نمیدونم دوستان این پیام اومد برای من یعنی چی؟ من خودم نمیفهم. از اتاق فرمان اسکرین شات بگیرم. اینستاگرام من هنگ کرد انقدر فالو کردن. چیز اومده برام، چیز اومده که انگار داره ربات تو رو فالو میکنه. بابا چقدر بی‌معرفتی، زیر پست آخر خودم کامنت بذارید یه چند تا. آقا 200K بشم افشا میکنم طرف. امین جان 200K بشی میشه ما از تحریرات توی موزیک جدیدمون که امشب پخش میشه استفاده کنیم؟ تحریر رو داشت من رایگان در خدمتتونم و چیز میکنم میدم در خدمتتون. خیلی راحت یکم لوبیا بخوری حله. داشت ما لوبیا نخوردم کارو برای شما در میاریم. آقا این چیه میاد تو تصویرم تو صفحه من؟ شما یه مقداری چیز کن دیگه. چیکار کنم آقا؟ من برم اصلا، من باید برم در خدمت خانم و خانواده باشم. خیلی خوب آقا، پس من رو باید دوستان فالو بفرمایید 200K بشه من میگم که داستان از چه. دو تا گدا افتادن به جون مردم، یکی گدای فالوور یکی گدای کامنت. آقا زیر پست آخرمو کامنت بذارید ناموس. بچه هر کسی که این لایو داره میبینه، شوخی هم ندارم، هر کی از زیر پست آخر من کامنت نذاشت انشالله تخمش به پوکه. خداحافظ. ایشالا هم فالو میکنم. برو ایشالا اگه پسر تخمش بپکه، اگه زن دختر تخمکش بپکه. زیر پست آخر هم همین الان هرکی کامنت نذاره تموم شده. اگه دوست دارید تخمتون به ترکه نذارید. خداحافظ. برو خداحافظ. من هم فالو